خب سلام به همه دوستای عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین. ما حل سوالای کنکور ارشد صنایع 1400 تحقیق در عملیات داریم جلو میبریم، قسمت سومیم. قبل از اینکه این جلسه رو شروع کنیم یه اصلاحیه روی یکی از سوالای قبلیمون من میزنم، بعد میریم سراغ حل بقیه سوالامون. با اجازه من کامنت ها رو ببندم. این سوالی که حالا تو پارت قبلی داشتیم یه مشکل داشتون رو اصلاح بکنیم، بعد ادامه کارمون رو جلو ببریم. بریم ببینیم چی میشه. خب اگر یادتون باشه ما یکی از سوالامون بود x به اضافه y به اضافه آلفا xy به اضافه بتا y2، اگر اشتباه نکنم ببینم، x به اضافه y آلفا xy به اضافه بتا y2. ما تو حل این سوال باید x ضرب در y رو جدا میکردیم، تجزیهش میکردیم. یه اتحادی داشتیم که من اینجا نوشتم، گفتم آقا آی منهای بی ضرب داره آی به اضافه بی مساوی میشه با آدو به اضافه بی دو، که ضرب دوتا عبارت رو تبدیل میکنه به جمع دوتا عبارت. فقط اینجا یه اشتباهی کردیم، یه سوتی دادیم تو حل سوال مربوط به اینکه داشتم نگاه میکردم میخواستم آپلود کنم، دیدم اینجا اشتباه کردیم. اینجا منهای، البته تو حل سوال تأثیری نداره، توی حل سوال تأثیری نداره، گزینش هم همون گزینه در میاد، مشکلی پیش نمیاد. فقط این اتحاد شما سوتی داده بودیم، اشتباه نوشته بودیم دیگه، ببخشید. چون لایو هم از زنده است دیگه امکان ادیت وجود نداره، من گفتم اینو یه اصلاح بکنید، حالا اگر نوت برداری میکنید برای خودتون توی جزوهتون، که بعد حالا بریم ادامه سوالا. در واقع ما میخواستیم ضرب دو تا عبارت رو تجزیه کنیم به جمع یا منها. اوکی، ضرب دو تا عبارت رو می‌خواستیم تجزیه کنیم. گفتیم که الان عبارت اول ضرب شده تو عبارت دوم، ما می‌خوایم اینو تجزیه کنیم، این ضرب رو می‌خوایم تجزیه کنیم، میایم تبدیلش می‌کنیم به عبارت اول به اضافه عبارت دوم، که در واقع این اینجوریه دیگه، میشه به اضافه انگار منهای بی دو. این علامت اینجا رو ما اشتباه گذاشته بودیم، خودتون اصلاح کنید. خب حالا چی کار میکردیم؟ در اصل میمده میگفتیم آقا شما فرض کنید که این ایکسه، اینم ایگرگه، ما ایکس ضرب در ایگرگ رو میخواستیم تجزیه کنیم دیگه. پس به همین علت میتونستیم بنویسیم آقا ایکس ضرب در ایگرگ تبدیل میشه به آدو منهای بی دو، به شرط اینکه x رو بگیری آ منهای b، یعنی هر جا x دیدی به جاش بذاری آ منهای b، و y رو بگیری آ به اضافه b، یعنی هر جا y دیدی به جاش بذاری آ به اضافه b. اوکی، ما توی حلی که انجام داده بودیم علامت این رو به اضافه گذاشته بودیم که گفتم اصلاح کنیم. این از این که حالا اگر جای گذاری کنی این میشه آ دو منهای بی دو، به جای ایکس قرار میدی آ منهای بی، به جای ایگرگ قرار میدی آ به اضافه بی، اینجا هم یه ایگرگ داری، به جای اینم قرار میدی آ به اضافه بی. اوکی، خب اگر حالا سادهش کنیم یه آ اینجا داری، یه آ هم اینجا داری، آلفا آدو هم اینجا داری، میشه دو تا آ به اضافه آلفا آدو، این میشه عبارت اولمون به اضافه این منهای بی با بی ساده میشه، یه منهای آلفا بی دو اینجا میمونه، این هم میشه عبارت دوممون به اضافه بتا در آ به اضافه بی به توان دو. خب اگر یادتون باشه ما گفتیم الان این یه عبارت تک متغیره
بر حسب ایه اسمشو میذاریم F1 A. این هم یه عبارت تک متغیره بر حسب بیه اسمشو مثلا میذاریم F2 B. خب کاملا از هم جدا شده، این فقط بر حسب ایه، این هم فقط بر حسب بیه. این کار خراب کرده. اگر بتا رو صفر بذاریم این جمله حذف میشه و ما به اون چیزی که میخواستیم میرسیم. حالا دیگه آلفا چی باشه مهم نیست، آلفا دلخواه. اوکی، تو حل سوالمون روند سوالمون تأثیر نداشت، فقط علامت اینجا رو ما به جای منفی به اضافه گذاشته بودیم. اینو اصلاح کنید حالا تو نوت برداریاتون و ببخشید دیگه میگم چون لایو و زنده است دیگه اصلا امکان ادیت و اینا وجود نداره دیگه، حالا اگر چیزی هم باشه به صورت زنده پخش میشه. اینو حالا برای خودتون اصلاح بکنید تا بریم سراغ حل سوالمون اگر ببینم مشکلی نیست. خب اگر مشکلی ندارید بریم جلو. خب خدا رو شکر لایو هم بله تو آپارات قرار میدیم. سلام اوکی خیلی خوب بریم پس ادامه حلمون. لایو هم میپرسن کجا میذارم تو آپارات قرار میدم. خیلی خوب بریم سراغ ادامه کارمون. خب سوال به ما این جدول داده، سوال 11 درسته؟ سوال 11 مون میشه؟ سوال 11 یا 41 میگه در صورت یافتن حل اولیه برای مسئله حمل و نقل به روش وگل، اولین متغیری که مقدار میگیرد چه مقداری خواهد داشت؟ میدونید دیگه شما پایه اولیه رو که میخوای بسازی یا باید از روش گوشه شمال غربی بری یا از کمترین هزینه بری یا از روش راسل بری یا از روش وگل بری، اون جواب اولیه‌ای که می‌خوای بسازی. الان به ما گفته فرض کنید می‌خوایم با وگل بریم، حالا وگل یا فوگل می‌خوایم از وگل بریم، میگه اون اولین متغیری که مقدار می‌گیره چیه، مقدارش چنده. خب روش وگل رو یادتون هست دیگه، روش وگل چیکار می‌کرد؟ میگفت آقا تو هر سطر بیا اون دو تا عدد کوچیکو بگیر از هم کم کن، دو تا عدد هزینه‌ای کوچیکو بگیر از هم کم کن، یعنی مینیمم ترین هزینه رو از مینیمم ترین هزینه بعدیش کم کن، یا در واقع همون دو تا عدد کوچیکو. هزینه هامون چیه؟ 3, 7, 6, 4. دو تا عدد کوچیکش میشه 3 و 4، اینا رو از هم کم میکنیم، 4 منهای 3 میشه 1. تو سطر بعدی دو تا عدد کوچیکو پیدا میکنیم از هم کم میکنیم، 2 و 4 3 2. دو تا عدد کوچیکمون میشه 2 و 2، از هم کم میکنیم، 2 منهای 2 میشه 0. تو سطر بعدی 4, 3, 8, 5. دو تا عدد کوچیکمون میشه 3 و 4، از هم کم میکنیم، 4 منهای 3 میشه 1. برای هر ستون هم به همین ترتیب، 3, 2, 4. دو تا عدد کوچیک یعنی 2 و 3، از هم کم کن، 3 منهای 2 میشه 1. ستون بعدی دو تا عدد کوچیک هست 4 و 3، از هم کم میکنیم، 4 منهای 3 میشه 1. ستون بعدی دو تا عدد کوچیکمون هست 3 و 6، از هم کم میکنیم، 6 منهای 3 میشه 3. و ستون آخر دو تا عدد کوچیکمون هست 2 و 4، از هم کم میکنیم، 4 منهای 2 میشه 2. اینا جریمه های مربوط به هر سطح و ستونه. ما بزرگترین جریمه رو انتخاب میکنیم و با اون شروع میکنیم. بزرگترین جریمه من کدومه؟ 1, 0, 1, 2, 3, 1, 1. بزرگترین جریمه 3. بزرگترین جریمه چیه؟ 3. پس ما بزرگترین جریمه یا
یعنی عدد 3 رو انتخاب میکنیم که مربوط به ستون سومه. پس ستون سوم انتخاب میشه برای مقدار گرفتن. خب حالا از ستون سوم به کدوم خونه مقدار بدیم؟ اون خونه‌ای که هزینه‌اش از همه کمتره. 6 3 8 از این 3 شروع میکنیم. پس میایم این خونه رو به عنوان اولین خونه‌ای که قرار پر بشه انتخاب میکنیم. چقدر؟ به اندازه مینیمم عرضه و تقاضاش. عرضش که 20ه، تقاضاش هم 20ه، مینیممش میشه همون 20. پس این خونه با مقدار 20 پر میشه. اولین خونه‌ای که پر میشه مقدارش چنده؟ 20ه. اینم سوال آسونی بود که با هم حل کردیم. بیام ببینم اگر مشکل نیست بریم سوال بعدی. خب بریم خیلی خوب بریم سوال بعدی. سوال بعدی به نسبت سوال سختیه. سوال بعدی سوال نسبتاً سختیه. ببین چی میگه. میگه تولید محصولی طی دو دوره انجام میشه. مثلا این دوره اول، اینم دوره دوم. میزان تولید در دوره اول را با x1 و میزان تولید در دوره دوم را با x2 نشان میدهیم. پس میزان تولید در دوره اول را میگیریم x1، میزان تولید در دوره دوم رو میگیریم x2. میگه تغییر نرخ تولید از مرحله اول به مرحله دوم برای کارفرما هزینه‌زاست. تغییر نرخ تولید یعنی از x1 نرخ تولیدمون رو تغییر بدیم به x2 برای ما هزینه داره. حالا چه زیادش کنیم یه هزینه داره، چه کمش کنیم هم یه هزینه دیگه داره. اوکی، پس وقتی تغییر میدیم میزان تولید یا نرخ تولیدمون رو از دوره اول به دوره دوم، یعنی از x1 به x2 که تغییر میدیم، برای ما هزینه داره. چه زیاد کنیم هزینه داره، چه کم کنیم هزینه داره. ادامه ببینیم چی میگه. میگه در صورت کاهش نرخ تولید به ازای هر واحد آتومان هزینه داره. به ازای کاهش یعنی از x1 به x2 اگر کم بشه، کاهش پیدا کنه، آ واحد هزینه‌شه. اوکی، آ واحد هزینه شه. هر یه واحد کاهشش آ واحد هزینه شه، آ تومن هزینه شه. میگه همچنین در صورت افزایش نرخ تولید باز به ازای هر واحد بی تومن هزینه است. یعنی اگر شما از x1 به x2 افزایش هم داشته باشی فرقی نمی کنه، به ازای هر یه واحد افزایشت بی تومن هزینه داره. اوکی، حالا هزینه‌مون رو در واقع اگه بخوایم بنویسیم، ببین هزینه‌مون چی میشه. هزینه ما دو حالت داره دیگه، یا x1 بزرگتر از x2 یا x1 بزرگتر از x2، یعنی ما کاهش داشتیم که به ازای هر واحد کاهش باید آ تومن هزینه بدیم. پس میگیم یا x1 بزرگتر از x2، یعنی ما کاهش داشتیم که به ازای هر واحد کاهشش هم باید آ تومن هزینه بدیم. پس میشه آ x1 منهای x2. یا x2 بزرگتر از x1، x2 بزرگتر از x1 یعنی افزایش داشتیم، یعنی افزایش داشتیم که تحت این شرایط به ازای هر واحد افزایش بی تومن هزینه شه. پس هزینه‌مون میشه بی در x2 منهای x1.
در غیر این صورت، یعنی نه افزایش داشته باشیم نه کاهش، هزینه هم نداره دیگه، هزینهش میشه صفر. اوکی، خب پس هزینه ما یا میشه آ x1 منهای x2 یا میشه b x2 منهای x1، و ما میخواییم هزینمون رو مینیموم کنیم. اوکی، ما میخواییم هزینمون رو مینیموم کنیم. توی اینجور مسائل زمانی که مثلا میگیم یا مازاد داریم یا کمبود، یکی اینا اتفاق میفته دیگه، یا اضافه کاری داریم یا مثلا کمکاری، یا استخدام داریم یا اخراج، یا افزایش یا کاهشه. تو اینجور شرایط که یک کدوم از این دوتا هست میگیم یا مثلا افزایشه یا کاهشه. تا به هدف ما در واقع میشه ماکسیموم این دوتا، میشه ماکسیموم این دوتا. چرا؟ من هزینه رو اینجوری تعریف میکنم، هزینه مساوی میشه با ماکسیموم آ در x1 منهای x2 و b در x2 منهای x1. پس هر موقع اضافه کاری کم بود، افزایش کاهش، استخدام اخراج، اینجور شرایط بود، تا به ما که میگیم یا این میشه یا اون، در واقع میشه ماکسیمومش. میشه چی؟ میشه ماکسیمومش. چرا؟ ببین، بالاخره یا x1 بزرگتره یا x2 دیگه، یا x1 بزرگتره یا x2. اگر x1 بزرگتر باشه، اگر x1 بزرگتر باشه، خب این عبارت میشه مثبت، این عبارت میشه منفی. خب ماکسیموم اینا کدوم میشه؟ میشه این دیگه، میشه مثبته. پس میشه همون آ در x1 منهای x2. اگر x2 بزرگتر از x1 باشه، اگر x2 بزرگتر از x1 باشه، این عبارت میشه مثبت، این عبارت میشه منفی. خب ماکسیموم اینا میشه کدوم؟ میشه مثبته دیگه، بین یه عدد مثبت و منفی ماکسیمومش میشه مثبته. پس میشه b در x2 منهای x1، همون چیزی که ما میخواستیم. شما وقتی هزینت رو بنویسیم ماکسیموم این دوتا، بالاخره یک کدومشون مثبت میشه یک کدوم منفی میشه، ماکسیمومش میشه اون مثبته، همونی که ما میخوایم. اگر x1 بزرگتر بود این میشه مثبت، خب ماکسیمومش هم خودش انتخاب میشه، همونی که میخوایم. اگر x2 بزرگتر از x1 بود این میشه مثبت، اون وقتی منفی، ماکسیمومشون میشه این مثبته، اونی که میخواستیم. اوکی، پس هر موقع شما بهتون گفتن که اگر تعداد کارمندامون، تعداد پرسنلمون از یه سال به سال دیگه داره تغییر میکنه، یا استخدام داریم یعنی افزایش پیدا میکنه، یا اخراج داریم یعنی کاهش پیدا میکنه، مثلا هزینه استخدام اینه، هزینه اخراج اینه، حالا تابمون چی میشه؟ میشه ماکسیموم اون دوتا هزینه ها. یه موقع یه کارگاهی داری میگه آقا امکان داره اضافه کاری داشته باشیم، امکان داره کمبود داشته باشیم، هزینه اضافه کاریمون اینه، هزینه کمبودمون اینه، تا به هدفمون به عنوان هزینه میشه چی؟ میشه ماکسیموم اون دوتا هزینه ها. جفتش هم با هم که اتفاق نمیفته، نمیشه هم اضافه کاری کنیم هم کم کاری. که اگه کم کاری کنی که خب یعنی دیگه کم کاری کرده، اگرم اضافه کاری کنی اضافه دیگه نمیشه جفتش همزمان باشه. اوکی، پس شما نرخ تولیدتون از x1 به x2 بالاخره یا افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، نمیشه هم افزایش پیدا کنه هم کاهش. پس هر موقع اینجوری هزینه داشتین که گفتیم یا این یا اون، تا به هدفتون میشه چی؟ میشه ماکسیموم اون دوتا، که الان گفتم دلیلش چیه دیگه. اگر x1 بزرگتر بود این میشه مثبت، ماکسیمومش میشه خودش. اگر x2 بزرگتر بود این میشه مثبت، خب اینم میشه منفی دیگه، ماکسیمومش میشه اون چیزی که میخواستیم. اوکی، پس تا به هدف ما اینه. حالا سوال به ما گفته ما میخوایم اینو خطی کنیم. اگر بخوایم خطی کنیم، اگر بخوایم خطیش کنیم، چند تا متغیر و مسئله باید اضافه بشه. ما میخواییم هزینه هامون رو مینیموم کنیم، درسته؟ میایم اول این ماکسیمومه رو
میگیریم ایگرگ، پس مسئله میشه مینیموم هزینه هامون مثلا زد مساوی با ایگرگ. چرا گرفتم ایگرگ؟ خود سوال تعریف کرده دیگه، گفته ایگرگ رو بگیرید معادل اون هزینه، ایگرگ رو بگیرید همین هزینه ما، معادل هزینه ما. بعد تو محدودیت ها چی باید بنویسیم؟ ایگرگ ماکسیموم این دوتاست. وقتی ماکسیمومشونه یعنی چی؟ یعنی از جفتشون بزرگتره، حالا نهایتا با یک کدومشون چیه؟ مساوی میشه. پس میگیم ایگرگ چون ماکسیموم اون دوتاست از جفتشون بزرگتره، یعنی ایگرگ بزرگتر مساوی میشه از آ در ایکس یک منهای ایکس دو، و همچنین بزرگتر مساوی میشه از بی در ایکس دو منهای ایکس یک. اگر دقت کنید ما الان مثلا خطی نوشتیم دیگه، ایگرگ که هزینه هامونه، ایکس یک و ایکس دو هم که نرخ تولیدمونه، مثلا که خطی هم مشکل خاصی الان ما نداریم، یه چیز دیگه نمیخواد به مسئله اضافه کنیم، مثلا اون الان درسته. میگه آنگاه برای خطی سازی رابطه فوق، یعنی این رابطه که اینجا نوشتیم، حداقل تعداد متغیرهای پیوسته و صفر و یک مورد نیاز علاوه بر x1 x2 و y کدام است؟ علاوه بر x1 x2 و y دیگه متغیر دیگه نمیخوایم، لازم نداریم. الان مسئله خطی شده، کاملا نوشتیم این رابطه هم که درست داره عمل میکنه و مشکلی هم توش نیست، پس دیگه متغیر دیگه لازم نداریم، میشه صفر. چند تا متغیر دیگه لازم داریم؟ صفر، که جواب میشه گزینه اول. میام ببینم اوکی یا نه. این سوال هم سوال سختی بود. خب آقا حله؟ خیلی خوب، بریم جلوتر. سوال 43 یه شکلی برام کشیده، شکلشو بذار بکشم. اینکه این بردار A1ه، این بردار A2ه، اینم بردار Bه. میگه فرض کنید یک مدل برنامه‌ریزی خطی دارای دو محدودیت و دو متغیر تصمیم نامنفی است. دو محدودیت، مثلا محدودیت اول سمت راستش B1ه، محدودیت دوم سمت راستش B2ه، دو تا متغیر نامنفی هم داره، x1 و x2 بزرگتر مساوی از صفر. میگه محدودیت اول به شکل تساوی است. این محدودیت اول به شکل تساوی است. بردار ضرایب متغیر اول A1ه، بردار ضرایب متغیر دوم A2ه، بردار مقادیر سمت راستم Bه. خب پس بردار ضرایب متغیر اولمون A1ه که اینجا بردارشو کشیده، بردار ضرایب متغیر دوممون A2ه که اینجا بردارشو کشیده، بردار مقادیر سمت راستم Bه که اینجا برامون رسمش کرده. خیلی خوب، بعد چی گفته؟ گفته در شکل زیرم که نمایش دادیم دیگه، آ1 کدومه، آ2 کدومه و B کدومه. اینجا علامت محدودیت دوم رو مشخص نکرده، تو گزینه ها آورده، گفته شدنی بودن مدل وابسته به مقادیر Bه، شدنی بودن مدل وابسته به مقادیر Bه. دو،
اگر محدودیت به شکل بزرگتر مساوی باشه مدل شدنیه. 3. اگر محدودیت به شکل کوچکتر مساوی باشه مدل شدنیه. 4. در هر حالت مدل شدنی نیست. خب بریم چک کنیم. این محدودیت ممکنه مساوی باشه، ممکنه بزرگتر مساوی باشه، ممکنه کوچکتر مساوی باشه. بریم چک کنیم ببینیم تو کدوم حالتش مسئله ما ممکنه که موجه و شدنی از آب در بیاد. اگر محدودیت ما مساوی باشه، این محدودیت ما مساوی باشه که خب میشه محدودیت اول مساوی با یک با بی یک، محدودیت دوم هم مساوی با بی دو، ایکس هم که بزرگتر مساوی از صفرن، این بردار آ یکه، این بردار آ دوه، این هم بردار بیه. خب ما میدونیم چون ایکس هامون بزرگتر مساوی از صفره، یعنی آ یک و آ دو فقط میتونن وسط خودشون رو بسازن با ایکس های مثبت، پس بی هیچ وقت ساخته نمیشه. حالا اینکه مقدارش مثلا منهای دوه یا منهای پنجه یا مثلا منهای دو و هشته، اینه چیزی که مهم نیست، بالاخره این تو قرار نداره، بی به هر حال این تو قرار نداره و هیچ وقت ساخته نمیشه. پس اگر قید ما مساوی بود این دستگاه جواب نخواهد داشت. اگر قیدمون کوچکتر مساوی بود چی؟ محدودیت اول میشه مساوی با بی یک، محدودیت دوم میشه کوچکتر مساوی از بی دو. خب چون کوچکتر مساویه ما بهش اس میدیم، میشه به اضافه اس مساوی با بی دو، ولی این بالا یه اس نداره دیگه، به اضافه در واقع صفر اسه، بالاییه به اضافه صفر اسه، چون اس اصلا نداشت دیگه، ما این پایینیه اس دادیم. خیلی خوب، تحت این شرایط مسئله ما چجوری میشه؟ این بردار ضریب آ1، این بردار ضریب آ2، اینم یه بردار ضریب جدیده که مسئله اضافه شده. یعنی در واقع مسئله ما اینجوریه، آ1 x1 به اضافه آ2 x2 به اضافه یه بردار جدید 0 و 1 در S مساوی با B. میدونیم که X و S هم بزرگتر مساوی از 0 هم. خب تحت این شرایط بردار A1 که اینه، بردار A2 که اینه، بردار B هم که اینه، این بردار چیه؟ 0 و 1، 0 و 1، یعنی در راستای مؤلفه اول صفر، در راستای مؤلفه دوم یک، این هم اسمشو میذاریم آ سه. خب مجددن چون متغیرهای ما بزرگتر مساوی از صفرن، سه تا بردار آ یک، آ دو و آ سه فقط میتونن فضای داخلشون رو بسازن، یعنی اینجا ساخته میشه. خب اینجا ساخته بشه بازم بیون وسط نیست، بازم بیون وسط نیست، پس تحت این شرایط هم مسئله جواب نداره. حالت بعدی، اگر محدودیت ما بزرگتر مساوی باشه، میگیم آقا این محدودیت که مساوی با بی یکه، این محدودیت بزرگتر مساوی از بی دوه. خب میام چیکار میکنیم؟ این بار میگیم منهای اس مساوی با بی دو، این بالایی هم که اس نداره دیگه، انگار در واقع به اضافه صفر اسه. اوکی. خب یه بردار آ1 داریم، یه بردار آ2 داریم، اینم بردار جدیدمون، اینم که بردار سمت راست، یعنی در اصل میشه آ1 x1 به اضافه آ2 x2 به اضافه این بردار جدید ما، صفر و منهای 1 s مساوی با بردار سمت راست یعنی b. میدونیم که x و s هم بزرگتر مساوی از صفر هم. آیا بردار آ1، بردار آ2، این هم انگار بردار آ3. بریم رسمش کنیم. آ1 که میدونیم اینه، آ2 هم که میدونیم اینه، b هم که اینه. یه بردار جدید هم الان تو مسئله همون داریم، صفر و منهای 1، یعنی مؤلفه اول که هیچی، مؤلفه دوم منهای 1، این هم میشه بردار آسه. مجددا چون متغیرهامون
x1 x2 و s بزرگتر مساوی از صفرن، یعنی این سه تا بردار فقط میتونن فضای داخلشون رو بسازن. فقط کجا ساخته میشه؟ فضای داخلشون که بازم بی اون وسط نیست، بازم بی اون وسط نیستش. پس بنابراین چه محدودیت مساوی باشه، چه کوچکتر مساوی باشه، چه بزرگتر مساوی باشه، هیچ جوره بی اون وسط نمیفته. و اینم باز جواب نداره. بنابراین پاسخ مشخصه، میشه گزینه چهارم. در هر حالت مدل فوق جواب شدنی ندارد. در هر حالت مدل فاقد جواب شدنی است. در هر حالت مدل فاقد جواب شدنی است. اینم از این سوال. بیام ببینم اوکی این. آقا اوکیه؟ خیلی خب، بریم بعدی. خب میگه مدل برنامه‌ریزی خطی زیر رو در نظر بگیرید. مینیمم CX AX کوچکتر مساوی از B، X بزرگتر مساوی از 0. ببین میگه در آن C یه بردار غیر 0 است. بردار C یه بردار مخالف صفره، غیر صفره. بردار صفر یعنی چی؟ بردار صفر یعنی همه مؤلفه‌های صفر باشه، صفر 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 تا آخر صفر. میگه یه بردار غیر صفر مخالف صفره، یعنی همه مؤلفه‌های صفر نیستن. او هم که یه ماتریس M در N، حالا M کوچکتر از N، با فرض اینکه X صفر در شرایط زیر صدق کند. شرایط زیر چیه؟ یا x صفر تو این دوتا شرط صدق میکنه، a x صفر، یعنی اگر x صفر بذاری تو محدودیت ها میشه کوچکتر اکید از b، و x صفر میشه اکیدن مثبت. این یعنی چی؟ یعنی تو نقطه x صفر هیچ کدوم از محدودیت ها به صورت تساوی برقرار نمیشه، یعنی هیچ محدودیتی به صورت تساوی برقرار نمیشه، هیچ محدودیتی از اون نقطه رد نشده. اوکی؟ و همچنین همه مؤلفه های x هم مثبته، یعنی هیچ کدومش صفر نیست، یعنی هیچ کدومش روی محور قرار نداره. اوکی؟ یعنی هیچ محوری ازش رد نشده. از نقطه x صفر هیچ محوری رد نشده و همچنین هیچ محدودیتی هم رد نشده. نقطه شدنیه ها، ببین تو محدودیت ها صدق میکنه، تو محدودیت ها صدق میکنه، ولی هیچ محدودیت و محوری ازش رد نشده. مثلا آقا اینجا رو نگاه کن، این نقطه الان x1ش مثبته، اوکی، x2ش هم مثبته، یعنی نه محور x1 ازش رد شده نه محور x2، هم x1 هم x2ش مثبته، هیچ محوری ازش رد نشده. همچنین اگه جهت محدودیت ها رو اینجوری در نظر بگیری،
میبینی که این نقطه الان تو این محدودیت به صورت اکید صدق میکنه، چون داخل فضاشه، روش که نیست که به صورت مساوی برقرار بشه، داخل فضاشه. این محدودیت رو نگاه کن، داخل فضای اینم هست، روش قرار نداره، داخل فضاشه، چون اگر روش باشه میشه مساوی، اما داخل فضاشه، اکیده اینجا، ببین مساوی نداره. همچنین روی این محدودیت هم نیست، داخل فضاشه. پس در واقع میتونیم اینجوری بگیم این نقطه x صفر نه هیچ محدودیتی ازش عبور کرده، نه هیچ محوری، یه نقطه شدنی درونیه، نقطه داخلیه. اوکی؟ نقطه داخلی نمیتونه نقطه بهینه باشه، فقط در یه حالت امکان داره نقطه بهینه باشه، در شرایطی که بردار ضریب تا به هدف صفر باشه، یعنی اینجوری باشه. اون وقت هر نقطه شدنی رو که شما انتخاب کنی بذاری توی تا به هدف، مقدار تا به هدفش رو بکنه صفر. یعنی شما هر نقطه شدنی که انتخاب بکنی مقدار تا به هدف زد رو بکنه صفر، اون وقت زد استار میشه صفر. و شما هر نقطه ای رو که بذاری تو تا به هدف مقدار تا به هدفش میشه صفر، همون هم میشه بهینه. حالا چه نقطه گوشه ای باشه، چه نقطه رویال باشه، چه نقطه این داخل باشه، فرق نمیکنه، کل ناحیه شدنی میشه بهینه، در صورتی که بردار ضریب تا به هدف صفر باشه. اما سوال به من گفته بردار ضریب تا به هدف مخالف صفره، یعنی اون اتفاق نمیفته که همه ناحیه شدنی بشن بهینه. اوکی؟ پس ما الان در شرایط عادی هستیم، چون بردار ضریب تا به هدف صفر نیست، هیچ وقت این اتفاق نمیفته و میتونیم بگیم که نقطه x صفر به عنوان نقطه درونی هیچ وقت بهینه نمیشه، هیچ وقت بهینه نمیشه، چون بهینگی همیشه تو گوشه ها باید اتفاق بیفته، یا نهایتاً یه یال باشه تو جواب بین چنگانه. نقطه درونی تو برنامه‌ریزی خطی بهینه نیست. خب میگه با توجه به این شرایطی که الان صحبت کردیم در رابطه باهاش، چه تعداد از گزاره‌های زیر سعی است؟ میگه x صفر میتواند متناظر با یک جواب اساسی شدنی باشد. جواب اساسی شدنی یعنی جواب پایه‌ای شدنی، یعنی basic feasible solution یا BFS. BFS هم شما میدونید همون نقطه رأسیه، همون نقطه گوشه‌ایه، همون نقطه فرینه، همون نقطه حدیه، همون اکستریم پوینته. اوکی؟ میگه x صفر میتواند متناظر با یک جواب اساسی شدنی باشد، که خب نیست. چرا؟ چه نقطه درونیه، نقطه درونی که نقطه گوشه ای نیست، بی اف اس نیست، پس این غلط. به این میگه x صفر میتواند متناظر با یک حل بهینه باشد، که اینم نیست. ما گفتیم تو مسائل LP نقطه درونی نمیتونه بهینه باشه، مگر در شرایطی که بردار ضریب تا به هدف صفر باشه، که اون وقت همه نقاط شدنی بشن بهینه، که خب اون اتفاق هم نیفتاده. چرا نیفتاده؟ چون سوال به ما میگه سی مخالف صفره، چون سی مخالف صفره پس نقطه درونی دیگه بهینه نیست، نقطه بهینه یا یه گوشه است یا مثلا رویاله، دیگه درونی نمیتونه بهینه باشه. اوکی؟ پس x صفر میتواند متناظر با یک حل بهینه باشد، اینم غلط. جیم میگه x صفر میتواند متناظر با یک حل تباهیده باشد. این حل تباهیده یه نقطه گوشه‌ایه، نقطه گوشه‌ای تباهیده، همینجوری یه نقطه درونی که نمیتونه تباهیده باشه، که نقطه گوشه‌ای تباهیده. اصلا تعریف تباهیده یعنی چی؟ یعنی بیشتر از بعد فضا ازش محدودیت عبور کرده باشه. از این اصلا محدودیت عبور نکرده، اصلا هیچ محدودیتی از این رد نشده، نه محدودیت نه محور. نقطه تباهیده نقطه‌ایه که بیشتر از اون چیزی که ما نیاز داریم ازش محدودیت عبور کنه. از این اصلا هیچ محدودیتی عبور نکرده، چه برسه اضافه تر از نیازمون. اوکی؟ پس تباهیده هم نمیتونه باشه، هیچ کدوم از گزاره ها صحیح نیست. اینم از سوال 44. اینم سوال آسونی بود که دیگه اینا سوالایی که از بین مثلا بین سوال بخواید انتخاب کنیم، مثلا اینا سوالایی که باید میزدید. بیام ببینم اگه اوکی این بریم سراغ سوال آخرش. آقا حله؟
خب بریم جلو. سوال آخرمون ببین چی میگه. میگه ماکسیموم زد مساوی هستش با زیگما ایکس آی از یک تا ان محدودیت زیگما سی آی ایکس آی کوچکتر مساوی از دی ایکس آی هم عضو صفر و یک پای از یک داره. میگه مدل زیرا در نظر بگیرید. میگه فرض کنید دی طول یک شیفت کاریه. مثلا دی رو اینجوری در نظر بگیر. دی میشه طول یک شیفت کاری. طول یک شیفت کاری C1, C2 تا CN هم زمانهای مورد نیاز برای انجام N کار باشد. مثلا شما N تا کار داری بر فرض مثال C1 میشه مدت زمان انجام کار اول، مثلا C2 میشه مدت زمان انجام کار دوم، مثلا C3 میشه مدت زمان انجام کار سوم، همینجوری الی آخر تا CN مثلا میشه مدت زمان انجام کار انوم، که حالا یکی ممکنه مثلا یه ساعت باشه، یکی 5 ساعت باشه، یکی 2 ساعت باشه، یکی 7 ساعت باشه و ساعت‌های مختلفی داشته باشه. پس دی میشه طول یه شیفت کاری مثلا 8 ساعت، C1 تا CN هم میشه زمانهای مورد نیاز برای انجام این کار، مثلا این میشه 1 ساعت، این میشه 3 ساعت، این میشه 30 ساعت، همجوری الی آخر. کارها باید توسط یک نفر انجام شود که امکان اضافه کاری هم وجود دارد. امکان اضافه کاری وجود داره، یعنی شما یه سری از این کارها رو میایی توی این شیفتت انجام میدی، اضافه کاری هم میتونی بکنی. اون کارهایی که باقی میمونه، یعنی زمانت تموم میشه، کارهایی که باقی میمونه رو میتونی توی شیفت اضافه کاری انجام بدی. اوکی، بعد از اتمام شیفتت میتونی اضافه کاری کنی و اون کارهایی که باقی میمونه رو انجام بدی. میگه در این صورت این مدل متناظر با کدام گزینه است؟ ببین اصلا مدل داره چی کار میکنه. نگاه کن، این دی طول یه شیفت کاری مونه. میگه زیگما سی آی در ایکس آی باید کوچکتر مساوی از دی باشه. سی آی هم که میشه زمانهای انجام هر کار، زمانهای انجام هر کار. ایکس آی هم که صفر و یکه، یعنی چی؟ یعنی ایکس آی یا میشه یک یا میشه صفر. اگر کار آیوم در شیفت انجام شود میشه یک، در غیر این صورت میشه صفر. خب مثلا فرض کن که ما میگیم اینجا کار دوم C2، کار مثلا پنجم C5، کار هفتم C7 و مثلا کار نهم C9 رو انجام میدیم. خب شیفتمون پر میشه دیگه، درسته؟ ما کار C2، C5، C7 و C9 رو انجام دادیم، شیفتمون پر شده. الان اینجا X2 شده 1، X5 شده 1، X7 شده 1، X9 هم شده 1. اون کارهایی که داخل شیفت انجام شدن و ما میدونیم که چون کل زمان شیفتمون دیه، زیگما سی آی در ایکس آی میشه کوچکتر مساوی از دی. خب آقا بقیه کارا چی؟ بقیه کارا میفته برای شیفت اضافه کاری دیگه، بعد از شیفت بقیه کارات میره تو اضافه کاری، چون امکان اضافه کاری وجود داره.
بقیه کارا میره چیکار کجا میره بعد از شیفت، یعنی مثلا سی یک و سی سه و سی چهار و اینا همه میره بعد از شیفت، مثلا سی یک و سی سه و سی چهار و اینا همه چی میشه میره بعد از شیفت. خب تا به هدف چیه؟ میخواد ماکسیموم بکنه مجموع اون ایکس آی ها رو، اون ایکس آی هایی که یک میشن رو میشماره دیگه، ایکس آی هایی که یک میشن رو میشماره. الان اینجا ایکس دو، ایکس پنج، ایکس هفت و ایکس نه یک شدن، میشماره جمعشون میکنه، یعنی مثلا الان میشه اینجا چهار، اینجا الان تا به هدف ما میشه چهار. اینو میخواد ماکسیموم کنه، یعنی تعداد کارهایی که داخل شیفت عادی انجام میشه، تعداد کارهایی که داخل شیفت عادی انجام میشه رو میخواد ماکسیموم کنه. میشه چی؟ میشه حد اکثر کردن تعداد کارهایی که در شیفت عادی انجام می شود. داره چی کار میکنه؟ حد اکثر میکنه تعداد کارهایی که تو شیفت عادی انجام میشه. میگه میخوایم ماکسیموم کنیم مجموع ایکس آی ها رو، اون ایکس آی هایی که یک میشن، یعنی تو شیفت عادی انجام میشن، میخواد مجموع ایکس آی ها رو ماکسیموم بکنه، به شرط این که زمان انجام کارها از شیفت هم بالاتر نزنه دیگه، زمان انجام کارها از شیفت بالاتر نزنه. آقا اون کارهایی که میمونه چی؟ اب نداره، میره اضافه کاری، ولی ما داریم سعی میکنیم تا اونجایی که میشه تعداد کارهایی که تو شیفت عادی انجام میشه رو ماکسیموم کنیم، بقیه کارها هم برن اضافه کاری، مهم نیست. ما میخواییم تعداد کارهایی که توی شیفت عادی انجام میشه رو ماکسیموم کنیم. این جمله معادل چیه؟ ببین شما یه سری کار داری، میخوای تعداد کارهایی که تو شیفت عادی هستن رو ماکسیموم کنی. یه سری کار داری، میخوای تعداد کارهایی که تو شیفت عادی هستن رو ماکسیموم کنی، یعنی بقیه کارهایی که میره تو شیفت اضافه کاری رو میخوای تا اونجایی که میشه حداقل کنی دیگه، درسته؟ مثلا شما 10 تا کار داری، میخوای 7 تا 8 تاشو بندازی تو شیفت عادی، یعنی یکی دو تاش بره برای شیفت اضافه کاری، اوکی؟ میخوای تعداد کارهایی که تو شیفت عادی هست رو حداکثر کنی، ماکسیموم کنی. این جمله معادل اینه که تعداد کارهایی که میره برای شیفت اضافه کاری حداقل بشه، تعداد کارهایی که میره برای شیفت اضافه کاری تا اونجایی که میشه حداقل شه. چرا؟ چون ما میخوایم همه رو بفرستیم تو شیفت عادی تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که میشه میخوایم همه رو بفرستیم تو شیفت عادی، تعداد کارهای شیفت عادی حداکثر، تعداد کارهایی که میمونه برای اضافه کاری یا بعد از شیفتمون رو حداقل کنیم. پس این جمله معادل اینم هست، حداقل کردن تعداد کارهای اضافه کاری یا خارج از شیفت یا بعد از شیفت. بریم گزینه‌ها رو بخونیم. گزینه یک میگه این مدل داره اینجوری عمل میکنه، انتخاب کارها، انتخاب کارها با پیشینه سازی مجموع اهمیت کارها. ما اهمیت کارها رو که نداریم. ببین اهمیت کار یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا یه دونه دبلیو آی هم میذاشت، میگفت آقا هر کار اهمیتش اینه، بعد ما میخواییم اهمیت، مجموع اهمیت کارها رو یا مجموع ارزش کارها رو ماکسیموم کنیم. برای ما اهمیتی نذاشته، ضریبی نذاشته، فقط گفته خود ایکس آی، یعنی تعداد، نگفته اهمیت یا ارزش یا ولیوش، ضریبی برش نذاشته، وزنی بهش نداده. پس این دیگه مجموع اهمیت کارها نمیشه، این مجموع تعداد کارهاست. پس گزینه یک که میگه انتخاب کارها با بیشنسازی مجموع اهمیت کارها غلط، اهمیت اصلا ما برای مطرح نیست اینجا. دو میگه انتخاب کارها با بیشنسازی تعداد کارهای انجام شده. ببین بیشنسازی تعداد کارهای انجام شده تو شیفت عادیمون، کارها که بالاخره همشون انجام میشن،
شما مثلا 10 تا کار داری در نهایت همشون انجام میشن، چه حالا اونایی که تو عادی ان چه اونایی که تو اضافه کاری ان، همش انجام میشه. پیشینه سازی کارهای انجام شده معنی نمیده، چون همه کارا انجام میشن، حالا یا شیفت عادی یا نشد تو شیفت اضافه کاری، همه کارا انجام میشن. این که میگه انتخاب کارها با پیشینه سازی تعداد کارهای انجام شده، این غلطه. ما تعداد کارهای انجام شده رو نمیخوایم پیشینه کنیم، چون در نهایت همشون انجام میشن. ما تعداد کارهایی که تو شیفت عادی هستن رو میخوایم پیشینه کنیم. باید اینجا اینجوری میگفت، انتخاب کارها با پیشینه سازی تعداد کارهای انجام شده در شیفت عادی، نه تعداد کل کارهای انجام شده، چون تعداد کل کارهای انجام شده میشه هم n، در نهایت همشون انجام میشن چه تو شیفت چه خارج شیفت. گزینه 3 میگه برنامه ریزی کارها با کمینه سازی تعداد کارهای بعد از شیفت. این درسته دیگه، ما میخوایم حد اکثر کنیم تعداد کارهای داخل شیفت رو، که به صورت اتوماتیک خودش کارهای بعد از شیفت رو مینیمم میکنه. هرچی کارهای داخل شیفت تعدادشون ماکسیموم بشه، کارهایی که میمونه بعد شیفت به صورت اتوماتیک مینیمم میشه، که جواب میشه گزینه 3. 4 چی میگه؟ میگه برنامه‌ریزی کارها با کمینه سازی زمان اضافه کاری. ببین زمان اضافه کاری، ما اینجا زمانها رو که نداریم، ما تعداد کارها رو داریم ماکسیموم میکنیم. ببین اینجا یه دونه مثلا اگر CI میذاشت، نمیدونم TI میذاشت، یه زمانی میداد، میگفتیم مثلا داریم زمانها رو مینیموم میکنیم ماکسیموم میکنیم. نه، ما با زمان کار نداریم، ما اینجا با تعداد کار داریم. ما داریم تعداد کارهای شیفت عادی رو ماکسیموم میکنیم، پس تعداد کارهای شیفت اضافه کاری مینیموم میشه، نه زمانش، چون زمانش اصلا نداریم و نمیدونیم. شاید زمانش مینیموم نشه، فقط داره تعدادش مینیموم میشه. شاید فقط یه دونه کار بیفته تو شیفت اضافه کاری و اون یه دونه کار خیلی هم طولانی باشه. ما زمان رو مینیموم نمیکنیم، ما داریم تعداد رو مینیموم میکنیم. این از این سوال که با هم بررسی کردیم. بیام ببینم اوکی این. آقا حله؟ ممنونم، ممنونم، لطف دارین، دست شما درد نکنه، خیلی خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید. ایشالله 5 تا سوال بعدیش هم میذاریم برای فردا شب که تمامش کنیم بره. خیلی خوب، خسته نباشید، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. شبتون بخیر.